در ادامه واکنش ها نسبت به اظهارات احمد جنتی، عضو و دبیر مادام العمر شورای نگهبان، مبنی بر نپرسیدن سوال و استیضاح وزرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن واکنش به این سخنان از وصول استیضاح وزیر راه و ترابری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها روز یکشنبه طرح استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت مستقر، با امضای 22 نماینده مجلس در صحن علنی قرائت شد. در این استیضاح که بر اساس اصل 89 قانون اساسی و مواد 17 و 23 آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفته بود، برخی نمایندگان خواستار توضیح وزیر راه در ارتباط با برخی مسائل در وزارتخانه مطبوعش شدند. این در حالی است که پرسیدن سوال از وزیر راه تنها دو هفته پس از اظهارات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران صورت گرفت که از نمایندگان به خاطر احضار پی در پی وزرا به مجلس در هنگام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرده بود. در پی این اظهارات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن واکنش شدید به سخنان دبیر شورای نگهبان تاکید کرد که طرح سوال از وزیران و رئیس جمهوری حق نمایندگان است و کسی نمیتواند مانع آن شود. وی در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خاطر نشان کرد اگر نمایندگان واقعا قصد اصلاح مسئله ای را داشته باشند، طبق قانون اساسی حق طرح سوال و استیضاح وزرا را خواهند داشت. به گفته رئیس مجلس، نص قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده و تاریخ مجلس پس از انقلاب نشان داده که نمایندگان از این ابزار استفاده کردند. موضوع استیضاح وزیر راه و ترابری در حالی بیان می شود که از چند قبل به دلیل عملکرد ضعیف وی در مدیریت سامانه‌های هوایی و به خصوص سوانه اخیر هواپیمایی و همچنین تصادفات جاده‌ای و تلفات بالای آن زمزمه‌هایی مبنی بر برکناری وی از سوی برخی نزدیکان به رئیس دولت مستقر صورت می‌گرفت. هرچند که بر اساس نظر کارشناسان آگاهان امر، وقوع پی در پی سوانه هوایی در کشور و به خصوص در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های موجود علیه تهران از سوی آمریکا و بعضی دیگر از کشورهای غربی برای خرید هواپیما و قطعات آن، در عکس‌العمل به سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت احمدی نژاد بوده است. نمایندگان مجلس در طرح استیضاح حمید بهبهانی به عنوان وزیر راه 10 محور عمده را عنوان کرده بودند که وقوع سوانه پی در پی هوایی، اعلام نظر غیر کارشناسانه از سوی وزیر، استفاده غیر موجه از ناوگان هوایی مستهلک و بی استحکام، عدم اجرای قانون برنامه 4 در خصوص نوسازی ناوگان هوایی از جمله آنهاست. عزل و نصب های پی در پی و مکرر در وزارت راه و سازمان هواپیمایی تا جایی که هر 6 یک انتصاب جدید وجود داشته است، کم توجهی به مسیرهای ریلی کشور، کم توجهی به ایثارگران شاغل در وزارتخانه، ناتوانی در استخدام کارکنان و تخلفات مهرس شده وزارت راه از سوی سازمان بازرسی و دیوان و محاسبات از دیگر محورهای استیضاح حمید بهبهانی در مقام وزیر راه بوده است. از سوی دیگر، به اعتقاد برخی نمایندگان، عدم توجه به قوانین بودجه سنواتی و ارائه قول‌های فراوان غیرعملیاتی از سوی وزیر یکی از مهمترین مسائلی است که آقای بهبهانی باید به آن پاسخگو باشد، چرا که خود وزیر در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس دولت مستقر نوشته بود که بودجه 12 آینده در سفرهای استانی پیشخور شده است. به نظر می‌رسد که با استیضاح نخستین وزیر دولت احمدی نژاد در کابینه مستقر پس از کودتای انتخاباتی، باب استیضاح از وزرا در مجلس با وجود اختلافات شدید میان دولت و مجلس باز شود و انتقاد امثال احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نمایندگان مجلس نیز راه به جایی نبرد و این را می شود از سوالات فراوان مطرح شده از وزیران و کشاندن مرتب آنها به مجلس برای پاسخگویی دریافت. با وجود آنکه وزیر راه پس از سقوط هواپیمای ارومیه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفته بود که علت حوادث رخ داده در دوران وزارتش در وزارت راه و ترابری مشیت الهی بوده و وزارت راه با تامین بودجه می تواند بسیاری از کاسی ها را حل کند و حتی وی چندی پیش با بیان اینکه برای کارهای اجرایی نیاز به پشتوانه مالی دارد، از مجلس درخواست کرده بود که در مورد هدفمند کردن یارانه ها سهمیه وزارت راه را به صورت سفارشی مشخص کند. اما کارشناسان عقیده دارند که ضعف آشکار مدیریتی و همچنین سوء استفاده از مقام و بی اهمیت بودن نسبت به اتفاقات روی داده شده و جان انسان ها مسائلی است که سبب ناکارآمدی وزیر راه بوده و به هر روی باید دید سرانجام ماجرای استیضاح وزیر راه و سرش
دامنه اختلافات مجلس و دولت چه خواهد شد؟ امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.